ما اخبار متحری حوادث آبان 98 فاجعه بود باید روحانی ساقط می شد علی متحری نماینده مجلس دهم ده هم حوادث آبان 98 را فاجعه دانسته و گفته است عملکرد دولت روحانی در این ماجرای تلخ بسیار بد و بسیار غلط و در این حد بود که حتی رئیس جمهور ساقط شود او در مصاحبه ای که روز یک شنبه 24 اسفند در روزنامه خراسان منتشر شد تاکید کرده که رفتار دولت در جریان افزایش قیمت بنزین باعث شد که مردم احساس بی احترامی کنند. این نماینده پیشین مجلس همچنین برخورد با معترضان به گران شدن قیمت بنزین را خیلی بد توصیف کرد و گفت خود مسئولان گفتند 230 نفر کشته شدند که این در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. طرح گران کردن بنزین در آبان 98 که با اعتراض گسترده مردم و اعتراضات به راهپیمایی در دهها شهر و شعار علیه سیاست های جمهوری اسلامی همراه شد با سرکوب گسترده ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراضها 1500 نفر کشته شدند. مسئولان حکومت ایران تا کنون آمار دقیقی از تعداد افراد کشته و زخمی شده و همچنین تعداد افراد بازداشتی ارائه نداده و برخی مسئولان به صورت تلویحی به عدد 230 اشاره کرده اند. آقای متحری همچنین با اشاره به اینکه قصد داشت پس از ماجرای آبان وزیر کشور را استیضاح کند گفته است اجازه آن را ندادند چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان 98 علی متحری نماینده مجلس طرح استیزاه عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن را به هیئت رئیسه مجلس داد اما این تر اعلام وصول نشد و آقای متحری سوم دی ماه پارسال در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفت که مخالف اصلی استیزاه وزیر کشور شخص علی خامنه‌ای است. وزارت کشور ایران 29 اردیبهشت در نامه ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ یک از گزارش های نهات های نظارتی قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است. خانه تکانی نوروزی ایرانیان نه به جمهوری اسلامی چند روزی است که بیش از 640 کنشگر سیاسی و مدنی، هنرمند، شاعر و نویسنده و پژوهشگر، ورزشکار ارتشی بر اساس آنچه مردم در سالهای گذشته در اعتراضات خود اعلام کردند، کارزار نه به جمهوری اسلامی را به راه انداختند تا باستاب و پشتیبانی صدای برحق آنها باشند. این کمپین پژواک گسترده‌ای در ایران و خارج کشور پیدا کرده و بسیاری از ایرانیان به اشکال مختلف اعلام می کنند نه به جمهوری اسلامی. امیر تاهری روزنامه نگار بین المللی و تحلیلگر سیاسی ضمن استقبال از این کارزار در گفتگویی با نازنین انصاری مدیر مسئول کیهان لندن و کیهان لایف تاکید می کند که نخواستن جمهوری اسلامی در ایران تازگی ندارد و به تنهایی کافی نیست و باید تعریف و تبیین بدیل جایگزین جمهوری اسلامی تکمیل شود. تجمع سراسری بازنشستگان در آستانه نوروز شعار علیه ظلم و گرانی با نزدیک شدن به پایان سال اعتراضات سرسری بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران همزمان با اعتصاب های پراکنده کارگری در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد. تجمع کنندگان عدم پرداخت حقوق کافی و گرانی ها را در شعارهایشان مورد اعتراض قرار دادند. بر اساس تصاویری که روز یکشنبه 24 اسفند ماه در رسانه های اجتماعی منتشر شده، بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرهای از جمله تبریز کرج، اصفهان، رشت، اردبیل، شوشتر، کرمانشاه، اهواز و عراق به دلیل عدم تحقق مطالبات خود در مقابل ساختمان های تامین اجتماعی دست به تجمع زدند. در فیلم های انتشار یافته معترضان شعارهایی از جمله دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم و بکن، گرانی تورم بلای جان مردم و تا حقمان را نگیریم آروم نمی نشینیم سر دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله اخشاری هستند که به صورت مرتب هر هفته تجمع های سراسری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق یکسان برگزار کردند برخی مقام های جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس تفاوت بسیاری میان درآمد کارگران و هزینه های معیشتی را تایید می کنند تجمع کنندگان خواستار ابطال ماده 69 قانون تامین اجتماعی افزایش حقوق سالانه درمان رایگان و همسانسازی پرداخت های خود با سایر بازنشستگان کشوری و لشکری هستند. هفته گذشته و طی تجمع این بازنشستگان در پی حمله ماموران انتظامی و امنیتی تعدادی از معترضان از جمله کامیار فکور و آل کارگری با ضرب و شتم بازداشت شدند همزمان با این تجمعات یک شنبه اخباری نیز از تجمعات و اعتصابهای پراکنده کارگری از شهرهای مختلف کشور گزارش شد خبرگزاری کار ایللا نوشته است از روز شنبه شماری از کارگران کارخانه ی ایران مایه تبریز دست به تجمع و اعتراض در محیط این کارخانه زدند آنها این تجمع را در مخالفت با تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت شغلی خود برگزار کردم. ویدیوهایی از تجمع اعتراضی کارگران و استادکاران ساختمانی در سقیز در کردستان منتشر شده که به نبود سهمیه بیمه معترض هستند اعتصاب و اعتراضات کارگری و بازنشستگان همزمان با آن صورت میگیرد که گزارش رسانه های دولتی ایران و اظهارات مقام های رسمی تایید می کند که با کاهش قدرت خرید مردم سفره نوروزی و معیشتی آنها با کاهش حجم قابل توجهی مواجه شده. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دریافتی پایین حقوق کارمندان و کارگران و اخشار آسیب دیده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست کم 35 درصد کاهش تقاضای مواد غذایی را شاهد هستیم. تداوم صفهای طولانی برای خرید نیازهای خوراکی معاون وزیر اوضاع خوب نیست در شرایطی که در شهرهای مختلف ایران صفهای طولانی برای دریافت مرغ و روغن تشکیل شده و قیمتهای سرسام در بازار میوه سبب کاهش مشتری شده قایم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی میگوید وضعیت بازار میوه روغن و شکر با صبات است محمد صادق مفتح همچنین خلوت بودن بازار میوه به دلیل گرانی و ناتوانی مردم در خرید را وضعیت خوب بازار ارزیابی کرده و گفته در حال حاضر میوه با کیفیت مناسب و قیمت متعادل در حال توزیع است و طبق گزارش های میدانی هیچ ازدهام جمعیتی در مراکز توزیع و عرضه وجود ندارد علی رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت هم مدعی شده وزارت سمت به همه وظایف خود عمل کرده وزارت سمت طبق وظایفی که بر عهده داشته عمل کرده این وظایف با همکاری های بانک مرکزی و تامین ارز مورد نیاز به نتیجه رسید در بحث مرغ وظیفه وزارت سمت تعیین نهاده های دام و تویور بود که به خوبی به آن عمل کردیم. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مسبب گرانی ها اعلام کرده و گفته که این صفهایی که در روغن به وجود آمده به خاطر فضا هایی است که در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس بود که سوال میکردند کردند ارز 4200 تومانی رانت آور است و ما گفتیم این ارز برای شرایط نامتعادل کشور است و مورد اتهام قرار گرفتیم. ارز 4200 را برای یک امر مضموم علیه دولت استفاده کردند سخنگوی دولت گفته است شایعی که ارز 4200 تومانی به 17000 تومان میرسد نتیجه شد احتکار در انبارها که الان هم سریعا این انبارها در حال کشف شدن هستند این شرایط از تمهیدات دولت است وگرنه این قیمت ها الان چهار برابر بود اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی نیز مشکل را توضیح معرفی کرده و گفته گاهی نحوه مناسب اکلا کالا باعث اجتماع مردم و صفای طولانی برای دریافت کالا شده است و از کارگروه تنظیم بازار و دستگاه های مسئول در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم خواست تدابیر و راهکارهای لازم را به کار گیرند تا با نحوه صحیح توزیع کالاها مردم برای دریافت اقلامی چون مرغ و روغن در صف معطل نشوند برخلاف فرافکنی های مقام های دولتی گزارشات همچنان بیانگر صفای طولانی مردم برای خرید مرغ است در میادین میوه و تری و برخی فروشگاه شهرهای شهر که مرغ با نرخ دولتی ارائه می کنند در شرایط کرونا صفهای طولانی خرید مرغ تشکیل می شود که به گفته شهروندان برای رسیدن به ابتدای صف دو ساعت و نیم باید منتظر باشند در این شرایط که دولت بازار را رها کرده و قیمت همچنان افزایش می یابد رقبای دولت نقد خود را با نزدیک شدن به رای گیری و انتخابات ریاست جمهوری افزایش دادند از جمله سردار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که تا 27 مهر امسال 4 ممیز دو میلیارد دلار برای نهادها ارز پرداخت شده است با این پول قیمت مرغ از یازده هزار تومان نباید بیشتر شود محمد باقر غالیباف افزوده که مشکل ما پول نیست مشکل ما ناکارآمدی است صفحه خرید مرغ را ببینید مردم حتی پای مرغ هم نمیتوانند بخرند